این منطقه پلیگون کابل است، جایی که گفته می شود صدها تن از سوی رژیم کمونیستی در همین جا کشته شدند. در 40 سال گذشته اعضای خانواده های شماره از کشته شدگان در همین جا تجمع کرده و برای آنان تقاضای عدالت را می کنند. ده ها تن از اعضای نهاد اجتماعی عدالت خواهان افغانستان از 4 سال به این طرف با تصاویر از کشته شدگان در این پلیگون گرده هم می آیند. این نهاد نه تنها برای افراد کشته شده از سوی حکومت کمونیستی آن وقت عدالت خواهی می کند، بلکه برای کسانی که از آن وقت به این طرف نیز کشته شدند خواهان عدالت شده است. تومار جنایت و خیانت علیه مردم ما تنها به دوره حاکمیت خلقی ها و پرچمی ها خلاصه نمی شود. گروه های تنظیمی و طالبی بعد از سقوط دولت دست نشانده روس چنان جنایت و ددمنشی کردند که روی خلق و پرچم سفید شد. اعضای این نهاد گفتند که در سالهای 1357 و 1358 هزارها مردم بیگانه از سوی حکومت تحت امای شوروی سابق کشته شدند، اما عاملین این کشتارها هنوز زنده بوده و حکومت در برابرشان اقدام نمی کند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرای حکومت افغانستان، میگوید هر آن کسی که در مورد نزدیکانشان که کشته شده باشند اسناد دارند آن را به ارگانهای عدلی و قضایی بسپارند تا در مورد آن اقدام شود. 4 سال قبل از امروز لیست 5000 افغان کشته شده اسوی هالند منتشر گردید و در آن نام های کسانی درج شده بود که در آن وقت به نام های مختلف کشته شده بودند.